برنامه امروز ما طرز تهیه فلافل هستش. این غذای خوشمزه با روش های مختلفی طبخ میشه. این غذا خیلی فوری آماده میشه و نسبت به غذاهای دیگه قیمتش بسیار مناسبه. یکی از غذاهای خوشمزه و پرطرفدار جنوب کشورمون هستش، ولی به دلیل طعم بسیار خوبی که داره در تمام کشور فراگیر شده. اصالت فلافل متعلق به کشورهای عربیه و یکی از غذاهای پرمصرف این کشورها محسوب میشه. مواد مورد نیاز: نخود 1.5 پیمانه که از 24 ساعت قبل خیس کردیم و چند بار آبش رو عوض کردیم تا نفخش کامل گرفته بشه. یک عدد سیب زمینی متوسط آب پز شده، حدود 70 گرم جعفری، 4 حبه سیر، یک عدد پیاز متوسط، پودر زیره 1 قاشق چایخوری، پودر تخم گشنیز 1 قاشق چایخوری و پودر پاپریکا 1 قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه، نمک، زردچوبه و روغن به میزان لازم. نخودی رو که از قبل خیس کرده بودیم توی صافه می‌ریزیم تا آب اضافیش گرفته بشه، بعد چرخش میکنیم. میتونیم از غذا ساس هم استفاده بکنیم. بعد از اینکه چرخ کردیم، برای اینکه زیر دندون نیاد و کامل خرد بشه، یک بار دیگه چرخش میکنیم. پیاز متوسطی رو که داشتیم رنده میکنیم و آبش رو میگیریم و اضافه میکنیم به نخودمون. جعفری رو هم خرد میکنیم، اضافه میکنیم. 4 حبه سیرمون هم به همین شکل پوست میکنیم. اضافه میکنیم به مواد. بعد میایم پودر پاپریکا، پودر زیره و پودر تخم گشنیز رو هم اضافه میکنیم. خیلی کم، به اندازه نوک قاشق چایخوری زردچوبه اضافه میکنیم به خاطر اینکه رنگ فلافل رو تغییر نده. کمی پودر فلفل سیاه و نمک، اینا رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم. مایه فلافل آماده شد. مرحله بعد ما باید مقدار روغن داخل ظرف بریزیم و روی حرارت قرار بدیم. روغن که کامل داغ شد، فلافل ها رو دونه دونه یا قالب میزنیم یا اینکه با دست شکل میدیم، داخل روغن داغ میریزیم. میزان روغنش باید زیاد باشه به خاطر اینکه فلافل ها موقعی سرخ شدن باید توی روغن شناور باشن و هر دو طرفش رو سرخ میکنیم. قالب فلافلمون رو میتونیم داخل روغن داغ بذاریم یه ذره، یا اینکه بیام یه ذره خیسش بکنیم. این گیره رو به این شکل میکشیم تا انتها نگه میداریم. به وسیله قاشق مایه فلافل رو میریزیم داخلش و گنبدی میکنیم، دورش رو جمع میکنیم و یه مقدار گنبدی شکل که شد
اینجوری رهاش میکنیم به این شکل. وقتی روغن کامل داغ شد با حرارت متوسط فلافلا رو سرخشون میکنیم. فلافلا آماده شد. شما هم میتونید به شکل پرسی و هم به شکل ساندویچی سرویس کنید. اگر تعداد فلافلای قالب زدتون زیاد بود میتونید به این شکل بسته‌بندی کنید، داخل فریزر قرار بدید و در مواقع لزوم سرخش کنید و میل بفرمایید. خوشحال میشم ما رو لایک بکنید و به کانال ما بپیوندید. امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما واقع بشه. ممنون و متشکرم.